ما درباره عروسی ها صحبت میکنیم که وقتی که برخه میگن برای داماد عروس شخینا میاد و ساکن میشه در اون سالن در بر سر داماد عروس شخینا، و وقتی که شخینا باشه انواع اقسام برکت ها و نعمت ها و خیرها در اونجا نازل میشه. ولی این در چه صورتی شخینا میاد؟ وقتی که اون مدعوین با لباس های محجوبانه بیان، و همینطور عروس هم با لباس محجوبانه مربس شده باشه. ولی اگر این عروس با لباس محجوبانه نپوشه و همینطور اون زنایی که اونجا میان برای غیر منافع افت بیان، البته شخینا هیچ اصلا شخینا دخل نمیشه، از برعکس اون اصلا فرار میکنه میره. که اینا با این فرق چقدره؟ خیلی خیلی زیاد. چرا؟ وقتی که در موقع عروسی شخینا باشه و این داماد عروس در ابتدای زندگیشونا با ساکن شدن شخینا شروع بکنه، معلومه که تمام زندگیشون با پای راست میرن جلو، با دست راست میرن جلو. در خونشون همیشه صلح صفاست، آرامش، خوشبختیه. ممکن شده ندار باشن، پول دار نباشن، ولی از زندگی راضی هستن، از هم دیگه راضی هستن، بین همهشون صلح و صفاست، بچه‌هاشون خوب در میان، آرام و صالح و خوش اخلاق و با حجم ترس و همه چیز با عاقل و اینا به عمل میان. و ولی وقتی که حتی چلون شخینا از اونجا فرار بکنه، به جای چی میاد؟ به جای شخینا نیروهای طمأ و نیروهای موذی و خرابکار اینا میان اونجا میشینن و معلومه که این زندگیش دور در میاد. پس ببینید چقدر فرق هست بین این که این نکات محجوبیت در عروسی اجرا بشه یا نشه. خیلی فرق هست، بی اندازه فرق هست. بعد اونایی که میخوان بعدن در زندگیشون موفق بشن، بعد این در این مورد خیلی دقت بکنن، تا اونجا این که میکنن داره سعی بکنن، کوشش بکنن. متأسفانه ما نمیتونیم که همه دعوت بکنیم بگیم که شما اینطور باشید، اینطور نباشید. ولی در اسرائیل چنین رسمی هست که روی کاغذ، روی اون کارت دعوتنامه می‌ریزن که شرکت شما در این جشن عروسی با لباس‌های محجوبانه ما رو مفتخر خواهد کرد، ما رو خوشحال خواهد کرد و شما مرا با چشم با قدم خودشون چشم روشن خواهید کرد. اینطوری می نویسن و این خیلی ممکنه خیلی اثر بکنه، چون وقتی که با لفظ احترام و ملایم و محترمانه نشسته باشه، این خیلی تاثیر میکنه. اینا به این ملاحظه میکنن، میگن که اینا مذهبی هستن و ظاهر شدن با لباسای غیر مخالف عفت اینا بعدشون میاد و سعی میکنن تا اونجایی که داره خودشون را با عفت و با پاکدامنی در جشن عروسی بیان اونجا شرکت بکنن. این خیلی اثر داره. خب انسان باید سعی خودش بکنه. و موضوع دیگه هم اینه که این بحثی بین مردم زنها جایی باشه، یعنی با هم قاطی نباشن. اینطوری که در اسرائیل در هر چیز مذهبی هست که زنها یک جای سالن، مرد یک جای، و بین اینا دیواره باشه. و این خودش همین هم حتی اگر زنهایی که میان با لباس محجوب نباشن، چون این دیواره هست و مرد و زنها از هم جدا هستن، این هم باعث میشه که شخینا ساکن بشه و اون همه خوشبختی و سعادت هم نصیب حتی کلا بشه. داره این هم هست. یعنی اگرم ما موفق نمیشیم که
دعوت کنیم بر اون زنهایی که اونجا شرکت میکنن، ما بهشون نفوذ کنیم که اینطور نباشد و این نباشد. ولی وقتی که ما این دیواره رو میذاریم و نمیذاریم که چشم مردم به انواع اقسام مناظر غیر مخالف عفت بیفته، خود همین باعث میشه که شخینا در اونجا ساکن باشه. چرا؟ اون حتانه کلا کجا برقه میگن؟ در قسمت مردها، اونجا فقط مردها هستن و اونجا به چیزی به چشم نمیخوره و بنابراین این خیلی کمک میکنه به خوشبختی سعادت داماد عروس. بله. و خب اصلا باید هر کس کارشو بکنه و به خصوص این گذاشتن دیواره این کمک میکنه که وقتی که زنها میرخصن این رخص اینا را مرد نبینن، چون اگر زنها جلوی مرد ها برخصن مرد ها به اینا نگاه کنن این آبار بسیار سنگینیه و این خیلی خیلی آسیب میزنه به مدعوین و حتی نکلا. و نبرین بعد خیلی بازه بود که موقع رقص اینا کاملا مجزا باشن و در این صورت خوشبختی و سعادت نصیبشون باشه. آمین.